کرایه خانه هایی که ما توش می نشستیم نسبت به درآمدمان خیلی زیاد است. اما اگر سطح عمومی کرایه خانه در نظر گرفته شود، این خانه برای ما ارزان تمام می شد. این روزها کجا می توان 4 تا اتاق مستقل را به 250 لیره اجاره کرد؟ ارزان که چه ارز کنم؟ مفت مفت است. اما بدبختانه چندی پیش با کمال تعجب خبردار شدیم که آپارتمان را یک جور می فروشند. چه کار می توانستیم بکنیم؟ کجا می توانستیم برویم؟ این 7 سر نان خود را کجا راه می دهند؟ به صاحب آپارتمان تلفن کردم و ازش پرسیدم تمام طبقه هاشو می فروشین؟ البته که می فروشم، اما برای اجاره نشینا هم تسهیلاتی رو قائل می شم. تا تسهیلات شنیدم خوشحال شدم و گفتم مثلا چه تسهیلاتی؟ گفت قسط و اینجور چیزها. طبقه ای که ما توش می نشینیم چنده؟ 75,000 لیره. مثل آدم های مریض لرزم گرفت. بعد پرسیدم خب تسهیلات چی؟ یه پیش قسط می دین و بقیهشو بعدن. پیش قسطی یه معامله 75,000 لیره ای چقدر باید باشه؟ 75,000 لیره رو هر چند بارم که تقسیم کنیم هرگز قسط اولش تا 75 لیره پایین نمیاد. اما آدم وقتی از هر جا ناامید شد به خس و خاشاک هم دل میبنده. مگر نه این است که صابخانه آدم دست و دلبازی است؟ پس دور نیست که به من بگوید این که کاری نداره. مگه هر طوری شده ماهانه 250 لیره کرایه خونه نمیدین؟ آن وقت جوابش میدهم که آره میدیم. ناچار او هم میگوید خب تو همینجوری ماهانه 250 لیره بده تا 75 هزار لیره پرداخت بشه. راستی راستی تنها راه معقولش همین است. در این صورت از قرار ماهانه 250 لیره میتوانم بعد از 1 سال 3000 لیره و بعد از 10 سال 30000 لیره و بعد از 20 سال 60000 لیره و کم و بیش بعد از 25 سال تمام قیمت خانه را به اقساط بپردازم و صاحب خانه شوم. گوشی در دستم از صابخانه پرسیدم پیش قسط چند میشه؟ گفت اینو به خود کرایه نشینا وامیذارم. اگر شما جای من بودید چه میگفتید؟ 1 طبقه به 75,000 لیره. تکلیف من چیست؟ باید 1,000 لیره از کسی قرض کنم و به عنوان پیش قسط 75,000 لیره بدهم و باقیش بماند. صابخانه وقتی سکوت مرا دید گفت چقدر میتونیم بدین؟ کی؟ من؟ راستش من میخوام بگم که مگه قسط اولش نیست؟ یه چیزی البته که میدیم، اما چجوری بگم؟ شما نظرتون چیه؟ چقدر میتونیم بدین؟ راستی چقدر میتوانم بدهم؟ هیچ. آهی در بساط ندارم، اما روم نشد و گفتم 25,000 میدم. بقیهشو هم از قرار سالانه 25,000 در عرض 2 سال میدم. صابخانه گفت باشه، همون طبقه که توش هستید برای شما ثبت میشه. به کسی دیگه ای هم نمیفروشم. سر فرصت پیش قسطو بیارین و قباله رو بگیرین. من رفتم تو فکر. البته که نمیتوانستم طبقه ای رو که توش مینشستیم بخریم. اما جلوی آنهایی را هم که میآمدند خانه رو ببینند و بخرند میگرفتیم. هر روز 10 نفری برای دیدن آن یکی طبقه ها می آمدند. اگر به تعداد زیاد مشتریان نگاه می کردی، می گفتی که خانه همین روزها به فروش می رود. تمام افراد خانواده جمع شدیم که تصمیم قطعی بگیریم. آخرش به این نتیجه رسیدیم که اغلب در روزنامه ها آگهی فروش زمین و آپارتمان 1 یا 2 طبقه دیده می شد. خوب است که با دقت کردن در این آگهی ها خانه مناسبی پیدا کنیم و بخریم. تمام افراد خانواده به اتفاق آرا این را تصویب کردند. فوری 3 تا از روزنامه های همان روز را خریدیم. نخستین بار بود که می دیدم روزنامه ها پر است از آگهی های جور و جور فروش زمین و خانه. خانه های لانه مرغی درست همان بود که جیب ما اغتذاش می کرد. آگهی گلگشادی تو روزنامه داشت. نقشه هم از موقعیت خانه ها چاپ شده بود. 2 طرف خانه ها را دریا احاطه می کرد. پسرم تا دریا را دید، منظورم محل دریا در نقشه است، مثل برق به هوا پرید. دخترم از شادی به رقص پرداخت. 2 جور خانه بود. آپارتمان
و ویلاهای جداگانه. می توانستی در آپارتمان یک طبقه بخری یا یک ویلای جداگانه. راستش من خودم ویلا دوست داشتم. ببین چه اسم قشنگی دارد؟ ویلا. از منزل کردن در آپارتمان به تنگ آمده بودم. آدم نمی داند بالای سرش کی راه می رود و پایینش چه کسی است. ویلا بهتر از همه است. اما ویلا گران بود. 65,000 لیره پول می خواست. نصفش پیش قسط و بقیه به اقساط 8 ساله. اگر آخرین دینارمان را هم حساب می کردیم زورکی می توانستیم 35,000 لیره پول جمع کنیم. اما قیمت یک طبقه از آپارتمان 25, 35 و 40,000 لیره بود. نصفش پیش قسط و باقیش باز به اقساط 8 ساله. خلاصه که اگر می خواستیم یکی از طبقه های 25,000 لیره ای را بخریم بایستی 12,500 لیره پیش قسط بدهیم. می شد گفت که کار تا اندازه رو به راه است. 12,500 لیره را به هر تقدیر جمع جور می کردیم. تصویر آپارتمان هم تو آگهی بود. عرض کنم خدمت آقای عزیزم، نه اینکه خودم را صاحب یک طبقه از این آپارتمان می دانستم. آن را درست و حسابی هتل هیلتون دوم می دیدم. بچه ها نقشه را از دست هم می قاپیدند. هر کدام یک طبقه اش را می پسندید. آپارتمان 5 طبقه بود. من طبقه آخر را پیشنهاد کردم. نه اینکه زنم عاقل‌تر است گفت طبقه 5 نمیشه. واسه چی نمیشه؟ ممکنه سقف چیکه کنه. اگه هم از آدمای طبقه های پایین پول بخوای که تعمیر کنی میگم به ما چه ربطی داره؟ سقف ما که چیکه نمیکنه. اینه که خوبه یه قسمت از طبقه 4 رو بخریم. چه فکر عالی و درستی. ما در طبقه 4 مینشینیم. اگر سقف طبقه 5 چیکه کنه این دفعه ما پول تعمیر نمیدیم. این بهتره. هر طبقه 3 قسمت بود. آن قسمت را که کاملا رو به دریا بود انتخاب کردیم. بهتر است بگویم که اصلا خود آپارتمان لب دریا بود. جلوش هم پلاژ، هر طرفش هم دریا. همه را ساکت کردم و نطقی بدین ترتیب ایراد کردم. بچه ها هیچی به پای دریا نمیرسه. نخستین موجود زنده هم تو دریا پیدا شده. حیات بسته به دریاست. اینش درسته که بابای ما میمون بوده. اما میمون خودش از چی تولید شده؟ ماهی. حتی تو کتابای تاریخ هم دیدید که آدمای نخستین چجوری روی آب تو اتاقکایی که از چوب ساخته بودن زندگی میکردن. پسر کوچکم گفت بابا مگه ما جزو آدمای نخستین هستیم؟ پسر بزرگم گفت البته که نیستیم، اما از کجا معلوم که آدمای آخرین نباشیم. من وسط حرفشان دویدم و گفتم ما لب آب میشینیم، اما به جاش اتاقای چوبی توی آپارتمان داریم. مطابق نوشته آگهی تمام دوروبر آپارتمان ما مسکونی بود. آپارتمان های جور و جوری دورش کرده بودند. دبستان داشت. بچه ها فوری جای آن را در نقشه پیدا کردند. از آپارتمان ما تا دبستان چند قدم راه بود. علاوه بر پلاژ، کازینو هم داشت. تقریباً 100 متر بالاتر از ما بیمارستان دیده می شد. همه جا مغازه و فروشگاه. بازار هم در یک طرف. برق و تلفن هم داشت. آبش از چشمه بود که به هر خانه راه داشت. پس از اینکه در آزمایشگاه تجزیه و آزمایش شده بود، متخصصان فن نظر داده بودند که بهترین آب در کره زمین است. هر سطر آگهی را که می‌خواندیم از شدت شادی فریاد می‌کشیدیم. اگر می‌دانستم که پیش بچه‌ها حق و حرمت پدریم پایمال نمی‌شود، پا می‌شدم و بشکم می‌زدم و می‌رقصیدم. اما مادرزنم نتوانست جلوی خودش را بگیرد. به بهانه اینکه می‌خواهد بیرون رود، پا شد و دست گذاشت به آواز خواندن و رقص شکم و بشکم زدن. خود من چنان ذوق‌زده شده بودم که به زنم گفتم پاشو زن، پاشو اون قهوه رو بیار دم کن بخوریم. همون قهوه که برای پذیرایی از مهمونا نگه داشتی. برای یه دفعه‌مون کفایت میکنه. دست زن من به هر چی بخورد پربرکت میشود. از همان قهوه ناچیزی که نگه داشته بودیم جلوی مهمان بگذاریم، برای من، خودش و مادر زنم به هر کدام 3 قهوه داد. وقتی گفت که قهوه تمام شد باور نکردم. حتما یک مقدارش را باز نگه داشته بود که جلوی مهمان بگذارد. قهوه را که خوردیم یک دفعه متوجه شدیم که 12,500 لیره پیش قسط لازم است. پول کجا بود؟ فوری به زنم گفتم روز چهارشنبه 200 لیره بهت دادم. اونو وردار بیار. 200 لیره بیارم؟ از کجا؟ 10 روز پیش اینو دادی. 200 گروش هم بیشتر نمونده ازش. آره، اینجوری که شما دارین آتیش به خرمن من میزنین مشکل بتونیم از دست کرایه خونه خلاص بشیم. با همین 200 لیره میخواستی آپارتمان بخری؟ خدا رو چه دیدی؟ 200 تا از اینجا میبریم و 500 تا از جای دیگه.
یهو میبینی 12500 لیره خود به خود جمع شد. مادر زنم گفت بچه ها من تو یختون خودم 300 لیره دارم. پول کفن و دفنمه. اینو به عزیزترین کسانم هم تو دنیا نمیدم. اما واسه خونه خریدم میدم. اما شرطش اینه که تا به خونه رفتیم پولمو پس بدین. معلومه ما که نمیخوایم پول کفن و دفن تو رو بخوریم. به پسرم گفتم یه تیکه کاغذ و قلم دستت بگیر و اینا رو بنویس. پسر بزرگم روی کاغذ نوشت 300 لیره. من گفتم زیرش 1000 تای دیگه هم بنویس. زنم پرسید این دیگه از کجا اومد؟ 10 روز بعد از اداره روزنامه میگیرم. خب پس خرج خونه چی میشه؟ حالا این چیزا رو ولش کن، یه سوراخ پیدا کنیم که بتونیم سرمون رو راحت توش ببریم. بعد فکر خوردن و نوشیدن هم میکنیم. پسرم 1000 تای دیگر رو هم نوشت. چقدر شد؟ 1300. دیگه تموم شد. چقدرش مونده؟ 11500. 500 تای دیگه هم اضافه کن. این پول چیه؟ دایره المعارف هم میفروشم. آخه دایره المعارف به چه دردت میخورد؟ 100 دفعه بهت گفتم که اینو نخر. 1500 تا دادی، حالا میخوای بفروشیش 500 لیره. عزیزم خریدش که بد نتیجه نداد. حالا میفروشیم و دست خالی نمیمونیم. 250 لیره دیگه هم اضافه کن. اینو از کجا میاری؟ قرض حسین رو حساب میکنم. 12 سال آزگاری که ازش نخواستم. حالا میرم و میخوام. چقدر شد؟ 2025 لیره. بد نشد، نصف کردیم. پسرم گفت پدر مگه نگفتی عمو جون نجدت 180 لیره بهت بدهکاره؟ آفرین پسرم. خوب یادم انداختی. 180 تای دیگه هم بنویس پاش. وقتی چشمم به چشم زنم افتاد یک هو گفت 350 لیره هم من میدم. تو یه گفتی پول تموم شده؟ اینو همینجوری کنار گذاشته بودم که یه وقتی به درد میخوره. آها ببین 475 لیره هم از شناسی طلبکارم. راسته که خیلی وقته، اما هرچی باشه بالاخره پوله. بنویس. چقدر شد؟ 3030 لیره. نگاه کن چیزی هم از اساس خونه بفروشیم. چطوره؟ مگه ما چه اساسی داریم که به درد فروش بخوره؟ مفت بدی هم کسی نمیخره. اینجوری حرف نزن. پسرم تو بنویس 2000 لیره هم از محل فروش اساس خونه. بنویس 3000 لیره هم از هدایت خودمون قرض میکنه. 4000 تا دیگه هم بنویس. اینو از کجا میاری؟ از صبری خودمون قرض میکنیم. چه درد سر بدهم؟ 12500 رو جمع و جور کردیم. من گفتم دیدین چجوری جمع شد؟ خواستن توانستن است. خدا خودش یار اوناییه که میخوان خونه و زندگی درست کنن. فردای آن روز آستین‌ها را بالا زدیم. 12500 لیره‌ای که حسابش روی کاغذ آمده بود 12.5 کروش بیشتر به دست نیامد. کسی از بدهکاران قرضش را نداد. یکیش حتی چیزی به یاد نداشت. یکیش هم گفت راستش تو خودت 500 لیره به من قرض داری. مادر زنم که اول با آن همه شور و هیجان پول کفن و دفنش را در اختیار من میگذاشت از دادن پول خودداری کرد و گفت اگر یهو بیفتم و بمیرم و کسی نیاد جنازه‌مو کفن و دفن کنه چی؟ من سخت به فکر فرو رفتم. همان وقت یک راه بسیار عاقلانه به فکرم رسید. می توانستم از اداره حقوق 1 ساله ام را پیشکی بگیرم. تنها راه چاره همین بود. پول را از بانک گرفتم. بهره اش هم به پای من بود. زنم گفت خب حالا بگو ببینم پول خورد و خوراک 1 ساله را از کجا می خوای بیاری؟ بعد به دلت راه نده، بذار خونه را بخرم. خورد و خوراک مهم نیست. اگه نباید همش تو کوچه ها بخوابه. 1 سال باید تو روزنامه کار کنم و پول نگیرم. نه اینکه پول پیشکی گرفته بودم، به نظر می رسید که مفت جون میکنم. پول را گذاشتیم توی جیب. از شادی تو پوست خودمون نمی گنجدیم. از کوچک و بزرگ راه بنگاهی را که نشانی اش توی آگهی روزنامه بود در پیش گرفتیم. من خودم مایل نبودم بچه ها هم با ما بیایند. اما آنها بس که ذوق زده شده بودند، دست بر نداشتند و دنبال ما افتادند. مطابق نوشته آگهی ساعت 10 اتوبوسی از جلوی بنگاه حرکت میکرد و مشتریان را به محل خانه های لانه مرغی می برد. در بنگاه ماکت و تصویر آپارتمان و ویلاها دیده می شد. راستی راستی همهشان شاهانه بود. غیر از ما چند نفر دیگه هم بودند. همه ما روی هم 16 مرد می شدیم. اما هیچ کدام مثل ما همراه اهل بیت نبود. فقط 1 نفر مرد از هر خانواده. 4 تا زن هم بودند. ساعت 10 شد. زن چاقی گفت پس اتوبوس چرا حرکت نمی کنه؟ به علت کم بودن مشتری عوض اتوبوس ماشین های کوچکی ما را می برد. ساعت 11:30 با 3 ماشین کوچک راه افتادیم. یکی از ماشین‌ها فقط خانواده ما را سوار کرد. به هر تقدیر راه افتادیم و از شهر خارج شدیم. پس از 1 ساعت راه پیمودن در خارج شهر من به راننده گفتم آقای راننده راهو گم نکرده باشیم. اونجور که تو آگهی نوشته بودن نباید دورتر از این بریم. راننده گفت من ماشین جلویی رو تعقیب می‌کنم. ماشین ما 3 و آخرین ماشین بود. باز مدتی راه رفتیم.
من باز نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم نکنه اون جلوی راه گم کرده. راننده تند گفت تو ماشین جلوی خود سابمک نشستم. یک ساعت بلکه هم دو ساعت دیگر گذشت. شک برم داشت. زنم بیخ گوشی گفت کاش کی پول همراه خودت نمی آوردی. اگه سر کو غارتمون بکنن کی به دادمون میرسه؟ نمیدانم چه شد که راننده هم یک بار به شک افتاد و گفت نکنه پشت سر ماشین دیگه ای افتاده باشیم. بغض‌زنان سرعت را زیاد کرد و پهلو به پهلوی ماشین جلویی قرار گرفت. از توی ماشین داد زد پس کی میرسیم؟ کسی دیگری هم از توی ماشین جلویی داد زد همین نزدیکی است. ماشین ما باز از پشت سر به تعقیب آنها پرداخت. از جاده آسفالت خارج شدیم و در سمت راست وارد یک راه باریک خاکی شدیم. مدتی هم در راه باریک خاکی راه رفتیم. آن وقت سربالایی شروع شد و رو به کوه گذاشتیم. از شدت گرما توی ماشین کباب می شدیم. هر بار که ماشین ور رو ور می کرد، راننده زبان به بد و بیراه گفتن می گشود. آخه مرد حسابی، اینجا دیگه کجاست؟ پشت کوه قافه، کجاست اینجا دیگه؟ مگه عقل از سر مردم پریده؟ آخه سر کوه چجوری میشه آپارتمان درست کرد؟ پسر کوچکم گفت، سر کوه که نیست، لب دریاست. دره، تپه، سرازیری، سربالایی، راه از همه جا می گذشت. عقب ماشین تلق تلق می کرد. در همین موقع ماشین جلوی یک هو ایستاد. بعدش ماشین دومی و بعدش ماشین ما. پیاده شدیم. نفس عمیقی کشیدم و به بچه ها گفتم بچه ها منظره نگاه کنین عالیه. بالاخره رسیدیم. پسرم پرسید بابا کدوم منظره؟ اینقدر پکر بودم که سرش داد زدم. مگه کوری؟ اینهاش مثل باغ بهشته. چه طبیعت عالی. نگاه کن. دوربرمان پر بود از تخت سنگ های قطع قطع شده و داغ. پیش روی من باز تخت سنگ ها جا به جا روی هم گله به گله ریخته بود. زمینشناسان پس از سالها جستجو می توانند چنین مکان مناسبی برای تحقیقات زمینشناسی بیابند. حرم آفتاب مثل شعله آتش توی صورت ما می خورد. زنم گفت چه نسیم خنکی از دریا میاد. در این موقع سه راننده با صاحب خانه های لانه مرغی دعوا می کردند. راننده ها می گفتند که دیگر قدم از قدم بر نخواهند داشت. از همه فضولتر هم راننده ما بود که می گفت آخه آقا جون قاطرم نمی تونه از این گردن ها رد شه. چه برسه به ماشین؟ فکر این که داریم صابخانه می شویم چنان همه ما رو برداشته بود که زن چاق یک دفعه گفت وای چه پیچ قشنگی. مگه میشه ماشین نتونه بره بالا؟ زنم روش را کرد به طرف او و گفت نه خانم عزیز هیچ پیچی نیست اینجا و خیال میکنی. اینم نشد پیچ که. یه راه صاف و صوف بیشتر نیست. صاحب کوی ما وقتی دید راننده ها حرکت نمی کنند گفت آقایون و خانوما دو قدم بیشتر را نیست. بفرمایید پیاده بریم. بعد به راننده ها گفت شما همینجا منتظر بشین. یکی از راننده ها گفت ما نمیتونیم منتظر بشینیم. آفتاب ماشینا رو آب میکنه. من به راننده ها گفتم بس دیگه کشش ندین. نسیم به این خونکی رو نمیبینین؟ خودتون رو به پایین و جلو بادوای نستین که یه وقت سینه پهلو نشین. کتم را کندم و روی بازو انداختم. اگر میچلاندمش یک سطل پر عرق ازش میریخت. دل به دریا زدیم و سر به کوه گذاشتیم. اولش کوره راهی ماشین رو بود. بعدش راه مال رو شد. و آخرش اصلا راهی نبود. همینجوری زمین های بایر پر فراز و نشیب بود. هممون یک دقیقه از تعریف و توصیف منظره دلانگیز اطراف به یکدیگر غفلت نمی کردیم. نمیدانم چقدر پیاده روی کرده بودیم که یکی از مشتری ها به صاحب ملک گفت هیچ معلومه تو کدوم مملکت خارجی داریم راه میریم؟ وقتی نگاه های تلخ و غضبناک صاحب ملک را دیدم وسط حرف دویدم و گفتم خواهش میکنم آقا جان اینجا مثل ناف استانبول میمونه. صاحب ملک گفت میمونه چیه بابا؟ ناف استانبول دیگه؟ گفتم منظور منم همین بود. سه چهار تپه دیگر را در زمین های پرفراز و نشیب زیر پا گذاشتیم. به مکان بایر و بیمصرفی رسیدیم. خورده سنگ ها زیر پامان به هم میخوردن و صدا میکردند. زن چاق گفت میشه یه دقیقه تو سایه خستگی در کنیم؟ سایه ای که میگفت منظورش کنار یک تخت سنگ داغ و سوزان بود. تخم مرغ را که روش میگذاشتی برای دو دقیقه میپخت. ماهی را مینداختی آنجا زودی میشد یک ماهی دودی خشک و سفت. مادر زنم گفت دو قدم دیگه بریم به سلامتی میرسیم به خونه هامون. بریم. درست حسابی تبدیل شده بودیم به یک هیئت اکتشافی که در جستجوی چیزهای تازه‌ای به جان بیابان‌های می‌افتادند که پای آدمیزاد بدان‌ها نرسیده بود. پسر کوچکم یواش یواش بنای بدقلقی را می‌گذاشت. خسته شدم. داداش بزرگش گفت: حالا می‌رسیم به خونمون، میریم تو دریا خستگی در میره. اما کمی دیگر که رفتیم خودش گفت: من تشنمه. یکی از همراهان صاحب کوی گفت: دیگه چیزی نمونده. یه خورده صبر کن، آب داره مثل یخ. خانواده ما یکی یکی از پا می افتادند. پسر کوچکم را در بغل گرفتم. دخترم گفت من دیگه نمیتونم راه برم.
مادر زنم گفتش بیا دختر، اگه اینجا بمونی گرگا تیکه پارت میکنن. یکی از مشتری های مرد گفت نه خانم، اینجور جاها هم نیست. تو این هوای داغ گرگ کجا بود؟ اینجا فقط ببر پیدا میشه. بعد از گذشتن از دامنه ها و تپه ها و کوه های بسیاری تازه رسیدیم به کوه بسیار بزرگی. به جرأت می توانم بگویم که کوه نوردان به سختی می توانند بالایان برسند. من عصبانی شدم و بر سر افراد خانواده هم داد زدم که حالا چجوری می خواهیم برین اون بالا؟ نگاه کنین، همه شون تنهایی اومدن. شماها چرا افتادین دنبال من؟ خیال کردین من میرم مسافرت؟ کسی از خانواده ما نتوانست به پای خودش بالا برود. یکی یکیشان را بغل کردم یا به پشت گرفتم و بردم سر کوه. تا به قله رسیدیم دیدیم جلگه وسیع پهنی است. صاحب کوی گفت اونهاش دیگه رسیدیم. دستم را جلوی چشم گرفتم و به سمتی که میگفت نظر کردم، اما چیزی ندیدم. آنهای دیگری هم مثل من کردند. گمان نمی کنم که آنها هم چیزی دیده باشند. اما مرد مسنی گفت او راستی چه جای قشنگیه. زن چاق گفت عالیه. غیر از دخترم و پسرم همه امان همزبان گفتیم که راستی راستی مکان عالی و باصفایی است. دخترم گفت بابا آپارتمانمون کجاست؟ گفتم اون طرف کوه که رسیدیم بالاخره میبینیش. پسرم گفت بابا پس دریاش کو؟ پسر جون سر کوه که دریا نمیشه. اونور کوه میرسیم به لب دریا. کمی هم در جلگه راه روی کردیم و آخرش رسیدیم به کنار چند توده سنگ. یک و دو نفر از جایی جست دادند و بیرون آمدند و ما را استقبال کردند. در طرف راست توده سنگ ها زمین را اندازه یک وجب کنده بودند. یکی از همراهان صاحب کوی گفت آقایون همینجاست. زن چاق گفت کجا؟ این دفعه یارو خودش جای کنده شده را نشان داد و گفت همینجا. من گفتم موقعیتش عالیه، آپارتمانا کجاست؟ اینجاست آقای من، اینجا در ورودیشه، البته یه در عقبی هم داره، هر طبقه سه قسمت میشه. توی هوا بالای زمین کنده شده قسمت‌های مختلف هر طبقه را با دستش نشان میداد و میگفت اینجا اتاق خوابه، اینجا هم یه اتاق دیگه، آشپزخونه 20x35. آن وقت رو کرد به من پرسید شما طبقه چهارم رو میخواستین؟ آره. با دستش جایی را در آسمان نشان داد و گفت اینجا خونه شماست، حموم اینجاست، راه رو ورودیش هم خیلی پهنه. بعد رو کرد به همه امان و گفت روی هم این آپارتمان 15 قسمت داره. همه امان چشم به آسمان دوخته بودیم. از این 15 قسمت 11 تاش فروش رفته. مثل اینکه داریم پرواز مگسی را تو هوا تماشا میکنیم. سرهامان را مرتب این ور آن ور میچرخاندیم. فقط 4 قسمتش مونده. گویی تنها خودش میتوانست این بنای افسون شده را ببیند. فقط یه قسمتی 3 اتاق است و بقیه 4 اتاقه. همونطوری هم که خودتون میبینین از نظر مساله ساختمانی هیچ عیب و نقصی نداره. آنهای دیگری هم حتما بدتر از ما دچار مصیبت کرایه نشینی شده بودند که هیچ کدام صداشان در نمی آمد. من گفتم ما خیال میکردیم همه چیش تموم شده. گفت اگه تموم میشد که زمین خالی دیده نمیشد. مشتری های دیگری هم که گویی از ترس اینکه مبادا خانهشان از دستشان برود مرا سرزنش کردند. اما یکی از مشتری ها که سخن من بهش دل داده بود گفت تو آگهی نوشته بود که تا ایستگاه راهن 2 دقیقه بیشتر راه نیست که. صاحب کوی گفت این دیگه بستگی به قوت پای خودتون داره. اگه تون بدوین تو کمتر از 2 دقیقه میرسیم به ایستگاه قطار. ایستگاه هم همین نزدیکی است. این دفعه باز من گفتم ترن از جلوی ساختمون نمیگذره؟ یعنی تو آگهی اینو نوشته بود. گفت درسته، از آپارتمان تا ترن نزدیکتره تا از آپارتمان تا ایستگاه. مشتری مسن گفت پس منظره کو؟ یکی از مشتری‌ها گفت این دیگه توقع زیادیه. صاحب کوی گفت این که چیزی نیست، شبای مهتابی اینجا رو تماشا کنیم ببینین چه قیامتیه. زنی گفت آدم از تماشاش سیر نمیشه. پسر کوچکم همش آب میگفت و داد میکشید. من گفتم نوشته بود که آبم داره. صاحب کوی به یکی از دو کارگری که ما رو استقبال کرده بودند گفت آب بیار. کارگر دوید سر چاه چرخدار و دلو را تو انداخت. آن دیگری گفت بهترین آب دنیا تو همینجا پیدا میشه. هر خونه میتونه یه چای جداگانه داشته باشه. تو 50-60 متری آب بیرون میاد. چه آبی، عین شربت. مثل بعضی از آبا هم نفخ نمیاره. هرچی تو شکم بره همون ثانیه هضم میکنه. آب کوثر هم بگم باز کم گفتم. هرچی سنگ و شن و خورده ریزه هم تو شکمتون مونده باشه میشوره میاره بیرون. کارگر مرتب تناب رو توی چاه ول میداد. آخرش تناب به آخر رسید و به رفیقش بلند گفت تناب بیار پسر. رفیقش دوید و یک حلقه تناب آورد. تناب تازه را به نوک اولی گره زدند و باز توی چاه ول دادند. آن هم کفایت نکرد.
آن که سر چاه بود به رفیقش گفت مثل اینکه امروز آب چاه ته کشیده. طناب بیار. رفیقش یک حلقه طناب دیگر آورد. آن را هم گره زدند و گفت اینجاها از نظر آب مثل شهر در مضیقه نمیشین. یه پمپ نصب بکنی آب مثل سیل بیرون میاد. نه اینکه همه امان از تشنگی له له میزدیم، جمع شده بودیم سر چاه. کارگری که طناب را ول میداد گفت آره مثل اینکه آب ته کشیده. طناب بیار. رفیقش یک حلقه طناب دیگر آورد. یکی از مشتری ها گفت توی شهر بی آبی امون آدم ها میبره، اما این دوروورا همه جا رو آب گرفته، کافیه که فقط طناب فراوون داشته باشیم. یکی دیگر از مشتری ها گفت آره این طرف ها اگه مضیقه هم باشه مضیقه طنابه. کارگری که سر چاه بود گفت مثل اینکه چاه تهی سوراخ شده، چی شده که طناب کوتاه میاد؟ آی پسر یه حلقه طناب دیگه بیار. رفیقش باز طناب آورد، آن هم گره خورد و توی چاه رها شد. یکو از ته چاه گرومب صدایی آمد. صاحب کوی زودی گفت شنیدی نجب صدایی داره؟ صدای آب گوارا همیشه همین جوریه، گروم گروم تو گوش میخونه. کارگر شروع کرد دلو را بیرون بکشن، اما نه اینکه طناب ها خیلی سنگین تر از خود دلو بودند، کارگر خسته شد و سر طناب را داد به دست رفیقش. پسر کوچکم غر میزد و آب میخواست. کارگر دیگر هم خسته شد و سر طناب را باز داد به دست اولی. آخرش دلو بیرون آمد، اما خالی بود. کارگر گفت دلو تهی سوراخ و آب همش ریخته. نمیشد هم گفت که آب همش ریخته بود. زن چاق بس که تشنه بود سرش رو برد توی دلو. آب که از گلوش پایین میرفت صداش رو میشنیدیم. بعد از زن چاق یکی دیگر از مشتری ها دلو رو در اختیار گرفت. بعد هم دیگران. هر کس که آب میخورد میگفت آه چه آبی، مثل شکر، یخ، درست و حسابی. دلو سه دفعه تا ته چاه رفت و بیرون آمد. آخرین نفری که آب خورد من بودم. آب چاه جای گفتگو اصلا نداشت. برای اینکه نمک دریا و روغن کرچک پیش این آب جای شربت بود. عیب و ایرادی نداشت مگر اینکه رنگش قهوه‌ای بود و کم و بیش گلالود. از لب و لوچه آنهایی که آب خورده بودن گل لیز می‌خورد و می‌آمد پایین. گلولای لب و لوچه‌ام را با دستمال پاک کردم و گفتم آب بگم کم گفتم. آب مقدسه. زن چاق گفت آخه تو آگهی نوشته بود که دوروبر اینجا مسکونیه که. صاحب کوی گفت مگه نیست نمیبینین؟ این دوتا مال همینجا هستن. بعد چادر کارگرها را نشان داد. راه آسفالته کو؟ از اینجا که بریم پایین میرسیم به راه آسفالته. البته یه راه آسفالت دیگه هم از اینجا میگذره، میخوان اونم بسازن. راه آسفالته میخواد چیکار؟ ماشاءالله همه جاش مثل بتون سفت و سخته. پس مدرسهش کو؟ مدرسه پشت این تپه است، طرف راستش هم مسجده. پشتش هم میشه یه میبانستان، این بغلم یه کازینو هست. بازارم درست وسط کوی قرار داره. زن چاق گفت چه خوب، بشین تو خونت و صدا کن بقال و هرچی دلت میخواد واسط بیاره. عالیه. پسر بزرگم پرسید دریا کجاست؟ مادر زنم گفت آره پلاش کو، حمام شن و آفتاب برای روماتیسم من حتما لازمه. صاحب کوی گفت مادر جان همینجاست، نگاه کنی دیده میشه. هر کسی از بالای تپه به نقطه نامعلومی چشم دوخت، اما هیچ کس دریا را ندید. صاحب کوی گفت سروران، دریا از طبقه بالا دیده میشه. بالای آپارتمان یه تراس بزرگ درست شده. همه میتونن از تراس دریا رو ببینن و بهره مند بشن. از طبقه پایین یعنی دیده نمیشن؟ چرا، سر تا سر دریای مرمره زیر پاتونه. از اینجا هم دیده میشه. نگاه کنین، همینجا دریاست. زن چاق گفت او بهره مند شدم. راستی راستی دریاش چه عالیه. یک مشتری عینکی که گویی غیر از دریا همه چیز را دیده گفت من که نمیتونم دریا را ببینم. صاحب کوی گفت البته یه دوربین کوچولو لازم داریم. زن چاق پرسید دوربین رو هم خودتون میدین؟ صاحب کوی گفت نه دیگه، اینو خودتون باید تهیه کنید، ما فقط برق میاریم. پس برقش کو؟ دستگاهش نصب شده، فقط تیراش مونده، اونم میذاریم. همه خانه های تازهشان را پسندیدند. صاحب خانه نقشه ای از جیبش درآورد. جاهای فروش رفته را با نشان قرمز مشخص کرده بود. صاحب خانه گفت اینا همش فروخته شده، حالا هر کدوم از اینایی که میخواین رو بگین که من علامت بذارم. مشتری عینکی گفت خونه ها کی تموم میشن؟ صاحب خانه گفت آی عزیز خونه ها الان شما 12,000 لیره میدین، پیریزیش که شروع شد 5,000 لیره دیگه میدین، تا تمام شدن پیریزی 3,000 لیره دیگه هم میدین، طبقه اول تمام بشه 7,000 لیره دیگه، طبقه دوم 5,000 لیره، طبقه سوم تمام بشه 10,000 تای دیگه، در طبقه چهارم 5,000 تا،
و بعدش که میخواین اتاق رو از هم جدا کنن 2000 دیگه. وقتی هم در و پنجره نصب میشه و شیشه میندازن 10000 تا. اسباب کشی هم که میکنیم 5000 تا، اون وقت باقیشو با اقساط 8 ساله میپردازیم. بعد رو به منشیش کرد و گفت برای 12000 لیره قبض بده به آقایون. زلن چاق گفت تو آگهی که قرارتون جور دیگه ای بود؟ مشتری عینکی گفت قرارش 12000 تا پیش پرداخت بود و بقیهش هم قسطی. منم هم همینو میگم، پیریزی که شروع شد 5000 تا، تمام که شد همش قسطی. یکی از مشتری ها گفت ما که اینجا منظره ای ندیدیم. زن چاق گفت حالا منظره سرشو بخوره، دریا کو، راه کو. یکی دیگر گفت نه آب داره نه برق داره، به چیش دل خوش کنیم آخه. من گفتم خونه هم که نیست، باز اگه خونه بود یه چیزی. یکو به سمتی که ماشین ها رو گذاشته بودیم راه افتادیم. سر راه به یکدیگر میگفتیم که هیچ تنابنده ای اینجا بند نمی شود. افتان خیزان رسیدیم به همان جایی که ماشین ها رو گذاشته بودیم. یکی از راننده ها تاب نیاورده و رفته بود. همه ما توی یک ماشین نشستیم. نصف شب بود که به شهر رسیدیم. روز بعدش رفتیم به کوی دیگری به نام 111 خانه که سراغش را باز در روزنامه گرفته بودیم. 100 مرتبه بدتر از اولی بود. حالا درست 3 ماه است که پول دستمان است. به دنبال خانه میگردیم. دیروز عصر به زنم گفتم چقدر پول مونده؟ زنم گفت درست 1380 لیره. از 12000 لیره پول همین باقی مانده بود. همه اش را مشروب خورده بودم. برو یه بطری عرق بخر بیار جونم. سفره را هم پهن کن یه کمی با هم می بزنیم. زنم که تا آن روز لب به عرق نزده بود گفت آره منم میخوام بخورم. مادر زنم که عقیده داشت هر کس یک جرعه مشروب بخورد جاش در اسفل و سافلین است گفت یه استکانم من میزنم. میگن سردرد رو خوب میکنه. آن طبقه از ساختمان که ما توش می نشستیم داشت فروخته میشد. ما هنوز نتوانسته بودیم خانه پیدا کنیم. پولی هم که بابت حقوق یک سال از اداره گرفته بودم تمام شد. حالا دیگر می شود گفت که یک سال تمام باید جان بکنم و یک شاهی پول هم نگیرم. آه نگاه کن، عرق سر سفره را باش. مثل یخ است. خانم ها و آقایان، به سلامتی.